و چه بیمار بودن، بیمارستان رفتن، همه شما نگران شدید و اینها صحبت کنم چند دقیقه. اما پیش از اون میخوام از همه شما سپاسگزاری کنم از مهربانی‌هایی که دارید و من واقعا اینقدر پیام دریافت میکنم در همه شبکه‌های اجتماعی که پوزش میخوام که نمیتونم به همه بپردازم تک تک، از راه دور همه تونو میبوسم، سپاسگزارتون هستم و امروز فقط میخوام یک نمونه رو براتون پخش کنم از پیام‌های مهربانیاران. نمونه‌شم یه استاد دانشگاه، این نویسنده پرتوان، خودش، دخترش، خانواده، خانواده اندیشمند، آقای دکتر شکری مسیحی هستند. با دستی که سرخ از خون میهن شد. شکرالله مسیحی هستم، درود میفرستم به استاد سیاوش اوستای عزیز به خاطر برنامه‌های روشنگرانه و به ویژه این برنامه‌ای که تحت عنوان یا با فرنام استثمار نوین و تروریسم هستش، که در اینجا اوستای عزیز در واقع روشنگری میکنه در پیوند با مسئله قدرت‌های جهانی و نسل‌کشی. به درستی هم همینطور هست، یعنی قدرت‌های جهانی هستند که از طریق هولودومور، از طریق جنگ، از طریق کشتارهای داخلی در واقع میخوان که قدرت رو در دست داشته باشن، میخوان که مردم رو در واقع در چنگ خودشون بگیرن و اونطور که میخوان استثمار کنن. همینجور که دکتر سیاوش اوستا هم به درستی گفتن، سکوت مردم کمک به جنایتکاران و در واقع خیانت بزرگی به خود و نسل‌های آتی هستش. در خصوص تخریب آموزش پرورش و اهانت به شأن معلم، دقیقاً به خاطر اینکه معلم در جایگاهی هستش که روشنگری میکنه، معلم در جایگاهی هستش که آگاهی میده و قدرت‌های استثماری، قدرت‌هایی که در واقع بر پایه خرافه و جهل و خرافه پراکنی هستند و مانایی دارن، اینها از عنصر آگاهی میترسن. چرا؟ برای اینکه آگاهی از طریق کنکاش، از طریق تحقیق به دست میاد و اینها تقلید رو در مقابل تحقیق میذارن. چرا؟ میگن که باید شما در ذهن رو ببندید و اون چرا که بالاخره اون مرجع تقلید میگه و شما به عنوان یک فردی که اصلا نباید فکر کنید، باید از اون تقلید کنید. اما به نظر من واقعا یک ذهن تحلیلگر، یک ذهن نقاد با شهامت و با تکیه بر بستر خرد، بر بستر صداقت، شجاعت، درایت باید نقد کنه، کاری که آقای اوستا میکنه. به راستی روشنگر هرگز مرعوب قدرت نمیشه. سپاسگزارم. شکرالله مسیحی‌پور، پاینده ایران، زنده باد آزادی. و همینجا من یه نکته رو با آقای همه شما برسونم، قبلا با اینکه گفتم دوباره هم میگم، اینو خوب گوش کنید. ببینید این کنتور مونتورای شبکه‌های اجتماعی همه ما تا حدی میتونید استفاده بکنید میکنید که همه جا بچه‌های آزاده رو سانسور میکنن روی همه شبکه‌ها، از یوتیوب بگیر تا فیسبوک بگیر تا اینستاگرام بگیر تا اینا تا یک کسی تک. و بیشتر هم اینها در تأیید جمهوری اسلامی اپوزیسیون و اندیشمندان رو سانسور میکنن. این سانسور چند رقمه؟ یه رقمشی که مطلب میذاره برمی‌داره، یه رقمش اینه که حسابتو میبنده، یه رقمش هم اینه میادی کنتور تو رو، کنتور رو میاره پایین. یعنی مثل میگم، ما از خودمون مثال میزنیم. مثلا روی اینستاگرام ما میبینیم که یه جایی که ما 20,000 تا
عضو داریم مثلا، آقا هر روزی 100 تا 200 تا 150 تا درخواست عضویت ها میاد، میگه اینا عضو شدن، اینا عضو شدن، اینا میبینه کنترل تکون نمیخوره. کنترل تکون نمیخوره. بعد وقتی باش تماس میگیری با اینستاگرام که آقا چرا کنترل تکون نمیخوره، این 10 سال 2 سال 5 سال 1 سال اونجا گیر کرده، الان باید میرسید 50,000 تا، چرا نمیشه؟ جوابت هم میده ناراحت خیلی، میگه آقا شما ناراحت نباش، یه کاری کردی شما که کنترل بالا نمیره. یک. دو، بعضی جا مثل مثلا یوتیوب، یوتیوب شما بعضی جایی که نگاه میکنید بعضی برنامه میبینید 12 نفر دیدن، 30 نفر دیدن، عجیبه. بعد تو میتونی بری کنترل کنی چون صاحب حسابی، ببینی مثلا چند تا دید، میبینی میبینی یه روز فقط همون برنامه که نوشته 12 دیدن یه روز 140 نفر دیدن، یعنی اون باید 12,000 باشه. چرا نیست؟ اونم همین بازی های خود جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی از روز اول در تمام اینا سهام‌گذاری کرد، در تمام اینا شریک شد، در تمام اینا کارگر فرستاد که به عنوان متخصص و فلان اینا از آمریکا گرفته و اروپا اینا کار میکنن. تو وقتی کار میکنن اینا خیلی راحت یه سایت رو یه چیزی رو زود میبرن بالا. من میدونم اینا رو، به خود منم زنگ زدن گفتن سیاوش اسلام میخوای فلان جات بشه 5 میلیون، میخوای بشه 1 میلیون، مثلا این پیشنهاداتی که به ما کردن ما توی سالا پول بده واسش که نگرفتیم، اینا من نپذیرفتم. یک کنترل مونترول بکنید، شما کار خودتون رو بکنید و بخش کنید. ببینید من اخیرا اینو گفتم به این خاطر که دیدم نازنین مهربان، آقای هالو، استاد علی پیام رو هم سانسورش کردن، یعنی یه چیز شوهر داشتن. از این خیلی اتفاق میفته، یه دفعه اول حالو ریکار کردن، دفعه بیشتر مزیبت خواهند کرد، چون الان جمهوری اسلامی پوله، سرمایه است. من تو که نداریم بلزه اونا بریم میلیارد میلیارد توی کمپانی سرمایه گذاری کنیم، نداریم که. تازه اینا حتی در جایی شده که مدیریت های بالا دارن، بعد اینا شما نمیدونید، فکر میکنی که دنیا میخواد اینا رو بندازه، دنیا با اینا، نه اینا خودشون چون اینقدر ایران پول داره ثروت داره، اینا نوکرن، اینا نوکرن، به خاطر همین که میلیاردها دلار در ماه در سال اینا به استعمار میدن عجب راستش. پس این کنترل مونترال من آقای بعد تازه مال آلی پیامو، چون میدونید اصلا هر چی اومده اول ترجمه فارسی داشته. خب این وقتی ترجمه فارسی دارن، سیستم اصلا بخش فارسی یکی از مهمترین چیزای کاری ایناست. برای حالو هم چون فارسی استفاده میکنه اصلا فارسی جواب شده دادن که آقا این طور ما برداشتیم اینه فلان بود و خیلی کار میکنن. بس اینا هم نمیشه اعتماد کرد، بعد اینا میگیرن همه تو دست خودشون، بعد سر بزنگا اصلا همه اینا رو مار میبندن. میبندن. یادتون نره اینا رو، دانششو داشته باشید، چون یادتون نره من هم ترجمه فارسی به شما بگم. من خودم از نخستین کسانی هستم که فاکس استفاده کردم، سال 1983 اینترنت استفاده کردیم، مکینتاش خریدیم. حالا این میخوام بهتون میگم مهمه، همون موقع مکینتاش من دیدم پروگرام آپل فارسی نداره، همه زبان‌ها رو 3-4 تا داشت ولی هنوز ترکی مرکم داشت ولی جمعه فارسی ندیدم، عربی داره، اسم پروگرام عربیش بود ناشر المکتبی. ما از همین ناشر المکتبی استفاده میکردیم و روزنامه به فارسی تایپ میکردیم. یه بار اینجا توی پاریس نمایشگاه داشتن و ما چون خودمونم تو سیستم بیزنسی آپل و مکینتاش بودیم اون سالا، وقتی که نمایشگاه گذاشتن منم دعوت کردم، وقتی رفتم اونجا اینا ریساشون رو که از این کامل بودن، من گفتم آقا چرا فارسی نمیزنید؟ گفت که فارسی سکوه فرشن. من گفتم ایران خیلی قویه، از تاجیکستان بگیر پاکستان، افغانستان، ایران، حتی تو اسرائیل، تو همه چه دنیا ایرانی زیادیم، تو خود آمریکا ایرانی زیادیم، 3-4 میلیون الان 8 میلیون، فارسی بزنیم. گفت چجوریه فارسی؟ گفت همین ناشر مکتبیه، 4 تا حرف بهش اضافه کنیم کار میکنیم. گفت بیا من کمک کن. من برای که کمک بکنم بهشون، اون موقع یکی از بچه‌ای که با من همکاری میکرد، الان هم هست اینجا، بچه بسیار خوبی، پسره مثل خیلی ها که الان خوشحالم که در درجات عالی رسیدن میکنن، اسم کوچیکش بود چنگیز و برادری که از بهترین دوستان من در همین شهر پاریس، خانواده بسیار محترم چنگیز که برای من پیش من بود، من دیدم مثلا زرنگتر چنگیز جوان بود، 18 سالش بود، گفتم من یک جوانی رو در اختیارتون میذارم که این کمکتون بکنه. چنگیز 2 روز 3 روز چند روزی با اینا رفت به عنوان استاش و بعدا ناشر المکتبی، همون ناشر المکتبی تبدیل شد به پروگرام فارسی آپل گسترده تر. بعد افراد دیگه مثل آقای دیوید مترجمی خسرو که در امریکا است و اینا، کسای دیگه خیلی با اینا کار کردن و این ترقی پیدا کرد. بعد هم دیدم به نفعشون، الان دیگه هر
اینستاگرام در میاد، فیسبوک در میاد، هر کوفتی در میاد، سوچ فارسی هم داره، تو فارسی هم میتونی تایپ کنی، تیک تاک فارسی هنو نداره که میاره. برای همین وقتی که داره اینا چه در داخل چه در خارج روش سرمایه‌گذاری میکنن، همه هم به نام جمهوری اسلامی نیست، میان یه کمپانی میذارن تو سوئد، یه کمپانی میذارن تو آمریکا، هیچ کسی نمیدونه که ناجون، ولی اینا میتونن همین کارهای کنترلی رو مانیپولاسیون میگیم، دست اندازی بکنن و کنترل بیارن بالا و ببرن پایین از جرف. پس اینا هم داشته باشید، اینکه شما زرنگ باشید، سیستم و متد مبارزاتی خودتون رو بدونید که غرب و دنیا و اینا نمیتونه نجات بده. اینم بگم همینجا بدون، برای نجات خودت تو خودت باید کار بکنی، باید قدرتت نشون بدی. وقتی قدرتت نشون دادی، بعد اونجاست که میتونی ایران رو آزاد کنی. قدرت تو هم اول باید قدرت نشون بدی که بیان اونا کمکت کنن، مجبور بشن، وگرنه هیچ کسی نمیتونه کمک کنه. همه در فکر نابودی تو هست، در فکر نیست که روز به روز تحریم بکنن پول بالا بکشن. تو تحریم که فکر کردی چیه؟ تحریم همیه که جهان الان یک بورس اقتصاد مجازی باز شده توی سالها و با پول که از ایران دزدیدن، میلیاردها دلار هر ماه میدزدن با تحریم ها، آدم های گده میلیاردر شدن. همینه که میبینید شما، بلاک رو که براتون پخش کردم دیگه، باید بدید اینا قبلی ها رو مطالعه کنید. اینا این کار رو میکن. مدل شدین. حالا پیش از اینکه وارد مبحث اصلیمون بشیم، با آگاهیتون میرسونم که در 5 ژوئن مثل هر سال در پاریس یک نمایشگاه کتابی است، اینو لیکرا میذاره. لیکرا یکی از بزرگترین ارگانیسم‌های دفاع از حقوق بشر و انسانگرایی در جهان هست و در فرانسه ویژه لیکرا و من عضوش هستم. در فرانسه، تنها فرانسه که میدونید، چند ده هزار نویسنده وجود داره. خیلی نویسنده وجود داره. نویسنده فرانسوی هم که در دنیا از کانادا بگیرید و آفریقا اینا خیلی زیاده، ولی این مهر یزدان پاک به ایران هست، این مهر و محبت اهورامزدا به ایران اهورایی و پاک هست که سیاوش اوستا این افتخار رو هر سال داره که بین 60 نفر از تمام نویسنده‌های دنیا 60 نفر انتخاب میشن که اینجا در این نمایشگاه شرکت میکنن و هر سال من بودم و امسال هم در خدمت هستم. دوستانی که میخوان سیاوش اوستا رو ببینن، بعد کتابی اونجا برحال میتونید، شما پنجم ماه ژوئن تشویقت کم در ببینیم در جلو پانتئون فرانسه، باغ ژاردن دو لوکسامبورگ، جلو پانتئون زیبا، شهرداری پاریس پنجم هست، شهرداری پاریس پنجم که تشویق بیارید، نمایشگاه اونجاست. تمام نویسندگان مشهور فرانسوی رو که همیشه کتاباشون جنجالی و بحث آفرین است رو اونجا میبینید. یکی از مهرورزی های دیگه که مهر خداوند هست به سیاوش اوستا انجام شده اون اینه که شما وقتی وارد بیبلیوتک ناسیونال فرانسه بشین، بیبلیوتک کتابخانه ملی فرانسه، روی سایتش حتی برید، سیاوش اوستا رو چیز بندی میکنن، طبقه بندی میکنن، یا مثلا نویسنده مورخ، نویسنده دینی، نویسنده کمدی درام فلان اینا. خوشبختانه من دیدم، خودم نمیدونستم، یکی از دوستای فرانسوی به من گفت، چون این اومد برای من چند تا خودکار چاپ کرد، گفت اینا هدیه برای تو که بدی به دوستات. گفتم خودکارش هم خیلی نفیسه. گفت بعد دیدم نوشته نویسنده کنتروورسه. کنتروورسه یعنی جنجالی. گفتم این چیه؟ گفت عنوانی که کتابخانه ملی فرانسه به تو داده، نویسنده جنجالی. این افتخار منه که از ابتدا تا به امروز، از ابتدا تا به امروز که در ایران چاپ، اولین کتاب من تو ایران منتشر شد مسخره های شهر ما بود، این زمان پادشاه منتشر شد و بعد از اون دیگه پیشتاز مبارزات خلق دومی بود.